미안해만 애가 너야 성공한 애만 홀가 홀가 감사한 거만 어디 어디에도 안 가네만 상관없어 시민한 애만 애가 너야 성공한 애만 홀가 홀가 감사한 거만 어디 어디에도 안 가네만 سلام مخصوص بر بینندگان محترم، امیدوارم هفته گذشته شما به خوبی و خوشی گذشته و هفته آیندهتون با سلامتی و سرور و شادی شروع شده. ما خیلی خوشحال هستیم که در این موقعیت خوب امروز تشریف آوردید و در این یک ساعتی که ما از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر در حضور شما هستیم در این ضیافت و گفتگوی خودتون شرکت میکنید و ما را از گفتار خود، راهنمایی های خودتون و بقیه اطلاعاتی که دارید که امکاناً بقیه بینندگان محترم ما ازش استفاده بکنن و تشکر میکنیم از اینکه این موقعیت رو دارید که در خدمتتون باشید. شماره تلفن ما هست 703-337-5041. یک دور اجازه بدین که من ببینم درست گفتم یا بله. 703-337-5041 و میتونید از همین الان با ما تماس بگیرید و با ما صحبت بکنید. امروز هم ما صحبت هایی که داریم یه مقدارش راجع به یک شخصی بودش که در همین منطقه ما زندگی میکرد و داستان جالبی داشته و ما نمیدونستیم تا اینکه در یک جایی که یک مسجدی هست به نام دارالهجره ایشون یک شنبه شب مثل این که یک شنبه ای بوده شب یک شنبه در داخل مسجد در روی نیمکتی که نشسته بودن سکته میکنن و فوت میکنن و ایشون 20 سال بوده که مثل این که بی خانمان بوده، خونه و مکانی نداشته و خیلی هم یه حالت عجیب غریبی هم داشت. قد بلندی داشت، یه ریش خیلی بلند سفید تا اینجا بود و یک دوچرخه‌ای بودش که ایشون با این دوچرخه رفت آمد میکرد و تمام هستی و نیستیش توی چند تا از این بخچه های مختلف بسته بود روی این چرخ میورد و میآورد. از کارهایی که میکرد که خیلی برای بعضی از ماها جالب بود این بودش که از طریق مسجد یک مقدار اطلاعاتی رو پیدا میکرد. سلام عرض کردم، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام عرض کردم. خب این تلفن ما درست کار نمی کنه. سلام عرض کردم. خب لطفاً باز دوباره زنگ بزنید. من فکر نمی کنم این تلفن ما امروز میخواد با ما همکاری کنه یا نه، بعضی وقتا اینطوری میشه. انشالله خیر باشه. باز زنگ بزنید. ببخشید که من نتونستم جواب بدم، سعی کردم ولی مثل که تلفن امروز نمیخواد کار کنه. معذرت میخوام از همتون. به هر حال زنگ بزنید که بلکه بتونیم باز دوباره چیزی شما جواب بدید. بله، صحبت ما این هستش که آقایی بودن که 20 سال بود بی خانمان شده بودن و در این محل دارالهجره رفت آمد میکردن و یه دوچرخه داشتن، از طریق این دوچرخه رفت آمد میکردن و بعد با این
نامه هایی که از مراکز عامل منفعه شما میتونید بگیرید ببرید به این فروشگاه ها. بعضی از فروشگاه هایی که مواد غذایی میوه داشتن ایشون جمع میکرد اینا رو میورد مسجد و بین همه تقسیم میکرد و یه مقدار نور از همین پنیر و برد میورد، یه مقدار چیزهای دیگه از جاهای دیگه. و ما خیلی یه حالت خیلی چیزی بودش، معلوم نبود مثلا ایشون چی کاره هست و چی کاره نیست و انواع مختلف هم چیز کرده بودن که یا جاسوسه یا مأمور فلانه یا مأمور این هست و این هست. و بالاخره یک شنبه گذشته ایشون روی یکی از نیمکت های مسجد دارالهجره فوت میکنن و بعد مردم اونجا ایشون رو میبرن برای یه جایی که هر کس که فوت میکنه میبرن، آمبولانس میاد میبره تشون به یکی از این بیمارستانهای نزدیک و بعد از چند روز دیگه و تحویل میدن به مسجد. و چون ایشون هیچ کس رو نداشتن و ما نمیستیم اصلا اسمشون چی هست و یه عده هم که اونجا بودن میگفتن ایشون گفته بود اسمشون ما نمیدونیم چی، فقط به اسم فرج ایشون معروف بود، فرج. بعدم اون روزی که بله بعد مردم جمع شدن و پول جمع کردن برای خرج دفن و کفن ایشون و خب میدیدید توی منطقه خرج دفن و کفن هم یه مقداری میتونه باشه و خوشبختانه همه جمع کردن این پول رو برای ایشون. و روز پنجشنبه در یه جایی به نام استافورد ویرجینیا که در حدود 45 دقیقه یه ساعت در جنوب شهر واشنگتن هست به طرف ریچموند کسی که داره میره اون طرف هاست و ایشون به خاک سپرده شد. در حینی که ایشون رو به خاک میسپردن من دو نفر از آقایانی رو که میشناسم تو این منطقه دیدم، یکیشون رو خوب میشناسم یکی دیگرش رو مثلا یه بار دو بار دیده بودم، ازشون پرسیدم که چه عجب شما اومدی اینجا؟ گفت آخه این آقای بیپروا اسمشون هم بوده فرج بیپروا، گفت ایشون استاد من بودن. گفتم استاد چی بودن؟ این یه آدم یه جوری بود مثلا ما زیاد اهمیت نمیدادیم، یه حالت هوملسی داشت، حالت بیخانمانی داشت و زیاد ما تحویل نمیگرفتیم. گفت نه این شخص خیلی شخص خیر و خیلی شخص خوبی بود و در دانشگاه جان هاپکینز، یه مقدارم در دانشگاه مریلند و یک مقدارم در همین دانشگاه جورج میسن تدریس میکرده و این دانشجوها یه نفرم از دانشجوها دو نفر ببخشید از دانشجوهاشون اونجا بودن و میگفتن خیلی خیلی متد درس دادن ایشون خیلی جالب بوده و خیلی مفید که خیلی خوب بچه ها داشتن یاد میگرفتن از ایشون. و یکی از این آقایون گفت من میدونم چرا این اینطوری بی خانمان شد. گفتیم خب چرا؟ گفت یک حادثه ای براش اتفاق افتاده یا برای خودش یا یکی از اقوامش در ایران و ایشون همسرش ایرانی بودن و بعد از این اتفاق ایشون یه مقدار اختلال پیدا کرد، همسرشون طلاق گرفتن با یه نفر در این دفتر حفاظت مثل که ازدواج کردن و از این آقای فرج بیپروا سه تا فرزند هست که یکیشون در اروپا زندگی میکنه، دو نفر دیگه هم در امریکا زندگی میکنن. از همسرشون و از اون کسی که در دفتر با ایشون با همسر قبلی ایشون ازدواج کرده ما خبری نداریم. از این نفر پرسیدیم خیلی با بی اهمیتی به این چیز یه چیزی شونه خالی کردن و ما دنبال این کار خواهیم گرفت تا پیدا کنیم ببینیم همسر ایشون کی بوده و کی در این دفتر حفاظت با همسر ایشون ازدواج کرده. و این حرف رو یه نفر که دانشجوی این آقای فرج بیپروا بوده به ما گفته، این اطلاعات رو داده که ما دنبالش رو میگیریم تا پیدا کنیم و بیاییم به شما بگیم. اونهایی که صدای ما رو میشنوید چه اینجا چه اونجا چه هر جایی که هستید این اسم رو به خاطر بسپرید، فرج بیپروا. و من عکس چیزی از ایشون ندارم، اگه داشته باشم انشالله هفته آینده ببینم، بلکه در مسجد عکس چیزی از ایشون هست میاریم باز با شما در میون میگذاریم انشالله رحمان. بعد حتما این کار رو میکنیم و امیدواریم که کسی
یک سرنخی از ایشون داشته باشه که ما به اولادهای ایشون که سه نفر هستن، سه تا فرزند دارن، یکیشون در اروپا زندگی میکنه، دو نفرشون در آمریکا و یک همسری هم که قبلا داشتن که طلاق گرفتن از ایشون و به گفته این دانشجو میگفتی که با یه نفر در دفتر ازدواج کردن، با اینا رو همه رو ما ترتوشو در بیاریم و علت اینم که ترتوشو در بیاریم ممکنه ایشون چون استاد دانشگاه بوده اینها بالاخره حق و حقوقی دارن، امکان داره یه مقدار از حق و حقوق بازنشستگی داشته باشن که به فرزندانشون برسه یا به افرادی که میتونن از این استفاده بکنن. و تلفن ما بازه ولی تلفن یه دفعه روشن شد، ما تا اومدیم جواب بدیم صدایی در نمیاد. حالا من نمیدونم اشکال ما از اینجاست. بله یه اشکالی ما پیدا کردیم اینجا، حالا ما نمیدونم چطوری هست، انشالله که بتونیم برطرفش کنیم و ببینیم چطوری میشه برطرف کرد. ایمیلی بر ما رسید از یک دوست عزیزی به نام واهیک مناسیان. هفته پیش ما داشتیم صحبت میکردیم راجع به دریای خزر که اسم این دریا چی بوده چی نبوده، ایشون اطلاعات خیلی قشنگی فرستادن، در ضمن اطلاعاتی که راجع به کمال پاشا فرستادن، اینش خیلی مصطفی، بله کمال پاشا مصطفی یا مصطفی کمال پاشا، این خیلی خیلی جالبه برای ما که حالا باز دوباره این اطلاعات حتما اطلاعات دقیق و صحیح هست. خب شما نمیتونید اطلاعاتی کسی رو بردارید و عوض بکنید و ما اینو طبق این اطلاعاتی که این دوست عزیز ما فرستادن، آقای میناسیان فرستادن برای ما، برای شما بازگو میکنیم و ما امیدواریم که شما هم در اون مرحله جاهایی که هستید بتونید یه مقدار تحلیل کنید که ببینید دورور شما کیا هستن و چطوری هستن و چطور رنگ عوض کردن، چطور قیافه عوض کردن و بین ماها زندگی میکنن بدون اینکه ما هویت اصلیشون رو بشناسیم، چی هستن یا کی هستن یا از چه قوم و قبیله ای هستن. بله ایشون میگن که و کمال پاشا از یهودی های بالکان بوده. یهودی ها سنه بخشید یهودیانی که مسلم سنی شدن و مصلحتی به دین اسلام آمدند و به این نوع یهودیان میگویند دنمه. دنمه یک لغت خیلی خیلی قشنگ ترکیه. دنمه یعنی برگشته شده، برگشت داده شده یا پیچیده، راهش رو تغییر داده. و ایشون داره میگه که این شخص یهودی بالکان هم که همون جاهای رومانی هست و بلغارستان هست و جاهای دیگه که اونجا هستن، ایشون هم یک یهودی بوده و ما این رو یه چیزی شنیده بودیم ولی محققا نمیدونستیم که واقعا اینطور باشه. ولی خب ببینید چطوری سعی میکنن اونهایی که تمام مردم بی اطلاع دنیا رو مثل یک مشت چطوری بگیارم که ناراحت نشید، یک مشت هیچی دارن حساب میکنن و میارن یه شخصی رو که یهودیه مصلحتی عوضش میکنن و بهش میگن تو بیا سنی بشو و برو در این ترکیه، بعد به اون انقدر بالا پر میدن که اون بشه رئیس جمهور ترکیه، بعد حتی بهش هم یه لقب بدن پدر ترک ها آتا ترک، و بعدم ایران رو اونطوری از قاجارها بگیرن بدن دست رضا پهلوی که پهلوی نبوده اسمش، رو پهلوی رو از کجا آورده نمیدونیم، و اونم بیاد، اونم سوابقش معلوم نیست چی بوده یا چی نبوده، که اونم بیاد ایران رو اونطور چیز بکنه. و اولین کاری هم که اینا میکنن اسلام زداییه که از چند سال پیش شروع شده، 100 سال پیش شروع شده تا موقعی که خمینی آمده در ایران و تمام این بت‌های بزرگ رو شکسته و این تغییرات در تمام دنیا ایجاد شده و این بکش بکش و بکش مکش داره انجام میشه و هر روزی هم که میبینید سرصدای بزرگی در میاد و همه
تو این حالتهای مختلفی هستن که دیگه هیچ کس از برادر خودش هم اطمینان نداره. و ما راجع به این یهودیان که کوروش آورده بود از بابل هفته پیش بود یا هفته قبل از اون بود که صحبت کردیم که بعد از سالهای سالی که اینا اونجا بودن، خشایارشاه که حتما یک ارتباطی هم با کوروش داشته، حالا من نمیدونم چی بوده ارتباطش، که اینها بالاخره فامیل هم بودن یا پادشاه بودن یا هرچی بودن، اینا میان رخنه میکنن و 75,000 نفر رو میکشن و برادر عزیزی برای ما دو تا چیز فرستادن، دو تا از این ویدیوهای 10 دقیقه فرستادن که یکیش یکی از این آقایونی هست، کشیش های یهودی که خاخام بهشون میگن یا اینجا بهشون میگن ربای، و یکیش هم از یک خبرنگاریه که از سرزمین های قاسبی فلسطین دارن گزارش میدن و هر جفتشون هم کاملا یک جوری دیگه دارن نمایش میدن این کار رو. ببینید حقیقت هیچ وقت پنهان نمیتونه بمونه، حقیقت بالاخره میاد و نشون میدی که حقیقت چی هست و چی نیست، مردم هم خوب اینو میتونن ببینن. ولی با همه این 2000 سال یا 2000 خورده سال گذشته از این فجایعی که این یهودی در ایران به بار آوردن، اینا هنوزن که هنوزه دارن ماسمالی میکنن و هنوزن که هنوزه این ماسمالی هم یک لغتی هست که ما نمیدیم حالا اینو کی شروع کرده، ولی به زبان انگلیسی بهش میگن وایت واش، ماسمالی نمیگن. تلفنی داره میشه، ما نه صدایی میشنویم نه هیچی. سلام عرض کردم، بفرمایید. سلام عرض کردم، قطع داره میشه. حالا ما نمیدیم چه گناهی کردیم هفته پیش که این تلفن ما درست انجام وظیفه نمی کنه. حالا چرا نمیدونم. بله خیلی باشه انشالله. بله تلفن ما درست کار نمیکنه ای دوستان عزیز، ای رفقای خوب من، شماراتون میفته اینجا منتها ما نمیتونیم صدای شما رو بشنویم. اجازه بدیم بلکه من بتونم شما رو بگیرم، اجازه یک لحظه بزنیم ببینم میشه. هلو، سلام عرض کردم، حتی اونم نمیشه. آها کجا خیلی خوب ببینیم اگه بیفتیم شای آره زنگ میزنیم اون تو صدا نداری. هلو نه خیلی نمیرم این تلفن ما چی شد. به هر حال انشالله خیر باشه. الله اکبر. الحمدلله زندگی خوبیش همینه که هر دفعه یه چیزی هستش که هفته قبل فرق کنه و هیچ وقت هیچ چیز کامل نیست، همیشه یه نقصی ما داریم در خودمون در دستگاه هایی که باشون کار میکنیم. و ما خیلی تشکر میکنیم از برادر عزیزمون آقای میناسیان که در اروپا زندگی میکنن که این لغت دنمه رو برای ما فرستادن. خیلی خیلی جالبه، دنمه، D-O-N-M-E-H، دنمه، دنمه. و حتی این از آقای کمال مصطفی آتاتورک که اسمشونو جانم. آها من نمیدونم اینو چی کارش کنم، رو سپیکرم گذاشتم اونتا صدای شما به من نمیرسه. هر کارش میکنم هیچ عکس العمل نشون نمیده به من. برای من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم میشنوم. بله خیلی باید ببخشید دیگه، این تلفن ما نمیدونم چرا این کارو داره میکنه امروز با ما. یارب بله دیگه ناشی اینا میتوریه. بفرمایید خواهش میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. نمیدونم چی کار کنم. سلام عرض کردم، بفرمایید. سپیکر من سرحد آخرشه، صدای شما رو من میتونم بشنوم، هیچ کس دیگه نمیتونه بشنوه. خیلی معذرت میخوام از شما، خیلی خیلی معذرت میخوام. تلفن دستی هم نمیشه به این وصل کرد که از تلفن دستی استفاده بکنیم. آها، بله، آها، خیلی خوب. اجازه بدیم ببینم من میتونم این کار رو بکنم یا نه. اگر نمیتونم بکنم منو ببخشید، یک اشکالی پیش اومده اینجا. حالا منم نمیدونم اشکال ما چی هست، از کجا هست، اونو نمیدونم. انشالله خیر باشه. اجازه بفرمایید ببینیم بعد که این کار اینطوری راه میفته انشالله. بله، نه انجام نمیده اینو. خیلی معذرت میکنم، من رو ببخشید. بالاخره این دستگاه های ما، گفتم دیگه، یه مقدار بعضی وقتا ممکنه یه باتری کم و زیاد شده باشه یا چیزی شده باشه که این کم بوده من و کوتاهی من بوده، من رو ببخشید. اجازه بدید من برنامه رو ادامه بدم. ایمیل ما کار میکنه، هر کی ایمیل فرستاد ما گرفتیم تا حالا، انشاءالله رحمان. اگر ایمیل بفرستید ما ایمیلاتون رو میخونیم و اینجا این کار میکنیم. بله بله، یارم بله. یک اطلاعاتی به دست ما رسید راجع به یک قراردادی بوده که در زمان آقای خاتمی یا اواخر آقای رفسنجانی، اوایل آقای خاتمی، به وسیله یکی از اولادهای آقای رفسنجانی با قطر یا امارات یا این عربهای خلیج فارس برقرار میشه که در این قرارداد نفت و گاز ایران به مدت 25 سال به اینها به یه قیمت خیلی خیلی کمی فروخته میشه، واگذار میشه. و این قرارداد به نام قرارداد کرسنت هست و اینجا اینطور میشه، میگه که قرارداد کرسنت یک قرارداد فروش نفت و گاز ایران به یک شرکت اماراتی است که در اواخر دولت‌های خاتمی و وزیر نفت او یعنی مهندس زنگنه که اکنون نیز مجدداً وزیر شده است امضا شده. مشکل این قرارداد این بوده که محصولات را به بهای بسیار اندک با شرایطی کاملا یک طرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می رساندیم. پس از مدتی مشخص شد علت اصلی امضای این قرارداد ننگین و یک طرفه فساد مالی برخی از مدیران مسئولین نفتی و رشوه‌ای که از طرف اماراتی ها این قرارداد اینطوری گرفته شد داره. مفاد اصلی این قرارداد بشه از مدت قرارداد 25 سال بین ایران و امارات، بله، به عبارتی دقیق‌تر بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت امارات. کرسنت هم همون هلال میشه دیگه، به اون میگن کرسنت، فکر میکنم کرسنت معنیش اون باشه. بله، مرحله به عبارت دقیقتر شکر میفرد دو این قرارداد در دو ردیف انجام میشه، در دو مرحله انجام میشه. مرحله اول 7 سال و مرحله دوم 18 سال. خب، فروش و نفت گاز جمهوری اسلامی ایران با شرایطی زیر صورت خواهد گرفت. در 7 سال ابتدایی قرارداد
قیمت هر بشک نفت 18 دلار در 18 سال باقی مانده، قیمت هر بشک نفت 40 دلار که در این زمان ها امکان فروش قیمت ها افزایش قیمت ها وجود ندارد. حالا نفت شده 100 دلار هر بشکش، یعنی شما همون 40 دلار رو باید بگیرید. حالا نمیدیم وقتی شده یه ربر دیگه 7 سال اینو تموم شده، حالا باید 40 دلار بزن. به هر حال این در حالی هست که امروز قیمت هر بشکه نزدیک 100 دلار یا بیشتر است، یعنی در حدود 5.5 برابر قیمت رفته بالا از اون قیمتی که قرار داد اینا بوده. در این زمینه پای برخی از مدیران نفت دوره آقای زنگنه در میان است که همین آقازاده مشهور مهدی هاشمی رفسنجانی و دوست عزیز او یعنی عباس یزدان پناه یزدی که البته به طور کلی این دو نفر معروفترین دلالان نفت دوره مدیریت زنگنه نیز به شمار می رفتن. جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از این موضوع پس از رسانه ای شدن جزئیات این قرارداد توسط روزنامه کیهان در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در دادگاه بین‌المللی لاهه طرح دعوای حقوقی کرد که این قرارداد یک طرفه است و با فساد مالی توانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی‌فروشیم. من می‌خواستم بپرسم از اتاق مرکزمون، از اتاق کنترل ما، آیا میتونن تلفن به اون مرکز بکنن و ما اینجور بتونیم صداشون رو بشنویم و باهاشون صحبت کنیم؟ اگر یک همچین امکان داره به ما یک جوری اطلاع بدید که ما شماره اونجا رو به این دوستان بگیم که بتونن اونجا زنگ بزنن که ما از اینجا بتونیم جواب بدیم، که این دستگاه ما امروز کار نمیکنه. ان شاءالله خیر بود. صحیح بله، بر اونجا پیامگیر میگیره، اینجا که فعلا هیچ چیزی نمیگیره. ببخشید دوستان عزیزم، بله با تمام این صحبت ها اینجاست که یک قراردادی امضا شده. حالا این قراردادی که امضا کردن چرا قیمت 18 دلار و 40 دلار بوده برای 25 سال و اینو کی حق داشتن که امضایی بکنه و چرا قیمت هیچ کس قیمت نفت رو هیچ وقت چیز نمیکنه، اون مشخص نمی کنه در یک قیمت بمونه. اینا همیشه قیمت شراور بهش میگن. میتونن بگن مثلا 20 دلار کمتر از قیمت بازار یا 10 دلار کمتر از قیمت بازار، شما چون قرارداد بستی با من 25 سال که نفت و گاز از من بخرید و این قیمت شراور توش میتونه باشه به قیمت بازار. نفت رو هیچ وقت نمیتونه قیمتش رو محدود کنی بگی همین 1 دلار هر بشکه برای 25 سال، یعنی همون حقایی که انگلیس ها میزدن قدیم، اینها باز دوباره خودشون به خودشون حق بزدن و انشالله خدا، انشالله الله سبحانه و تعالی اینا رو هدایت کنه و خیانت هایی که داره میشه به مردم و ملت ایران به دست اونهایی هستش که مردم به اینها اعتماد کردن، مردم تمام اعتماد و افتقاد خودشون رو به اینها دادن و اینها دارن این خیانت رو به مردم میکنن، سوء استفاده میکنن از اعتمادی که این ملت شریف ایران به اینا دادن، دارن از این سوء استفاده میکنن و خیانت دارن میکنن. ما مطمئنیم که یک روزی جواب این کارا رو خواهند داد، مخصوصا اونهایی که با این پولهایی که مال اونها نیست اتومبیل‌های 1 میلیون دلاری میخرن و سوار میشن و اینها واقعا در دین اسلام جایز نیست و واقعا ما متاسفیم. و سلام عرض کردم، بفرمایید، خواهش میکنم. هلو، بله، صدا نمیاد این دفعه واقعا صدا، این تلفن گرفت، ما اینقدر گفتیم بلند حرف بزنید این تلفن برخورده، صدای شما به هیچ وقت در نمیاد. همین همین به هر حال، بله این هم همون که در رفتن در دعا. خیلی جالب، حالا اینو ببینید، هفته پیش ما راجع به اون کشورهای هم مرز شمالی خودمون صحبت کردیم که دریای خزر و منابعی که اونجا بود قرار بوده مثلا نصف یا یک مقدار بیشتریش مال ایران باشه، یه مقداریش هم مال روسا باشه که اون زمان اتحادیه جماهیر شوروی بوده و این انجام نشد. سلام عرض کردم، بفرمایید، خواهش میکنم. بله
نمیشه. سلام عرض کردم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. یا الله کریم ببخشید ما رو یارب. بله تلفن‌های ما کار نمی‌کنه و هر کارش هم می‌کنیم میگه نمی‌خوام که نمی‌خوام. ما رو ببخشید. من صدای شما رو میتونم بشنوم ولی بقیه نمیتونن. بلنگو ندارم من اینجا. بله من رو ببخشید. یه مقدار بدون پارو در یک رودخانه پر شور و خروش افتادیم. خلاصه ببخشید. این هفته رو نمیدونم چرا اینطوری داره میشه. هر هفته یا الله، هفته پیش که با دیر رسیدیم و دوستان خیلی 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 محبت داشتن که 15 دقیقه منتظر شدن تا ما برسیم اینجا. دوست عزیزمون در مرکز انقدر محبت داشتن که اجازه دادن ما 15 دقیقه دیرتر برنامه‌مون شروع شد و مردم تونستن با ما صحبت کنن. ولی خب این هفته دیگه کاملا صدای ما بریده شده. حالا من نمیدونم کی صدای ما را توی تلفن بریده نمیدونم. در هر حال من صدای شما رو نمیشنوم ولی شما صدای ما رو میشنوید. انشالله خیر باشه. بله بعد صحبت این قرارداد روسیه بودش که عرض میکنیم خدمت شما که وقتی که قرارداد ترکمنچای و گلستان طرح شده بود 100 خورده سال پیش، توش یک تاریخ انقضا داشت. یعنی این قرارداد تموم میشد در یک مقطع زمانی. در اون مقطع زمانی مردمی که در اون منطقه زندگی میکردن میتونستن رأی بدن که برگردن به وطن خودشون یا مستقل باشن. خب فکر کنید درست یه سال قبل از اینکه موقعیت برسه چطوری شده. اتحادیه جماهیر شوروی اصلا پاشید. خب سبحان الله، اینا اصلا پاشیدن. پس بنابراین حالا عوضی که ما یک طرف مقابل داشته باشیم، 7 طرف مقابل داریم که تمام دور برای بحر خزر رو اینها میپوشونن. و حالا سهم ما عوض 50%. یک دوستی زنگ زده بودن میگفتن 1/8 هست. حالا ما واقعا نمیدیم 1/8 هست یا نیست، یا 12.5% هست یا هر درصدی هست. فعلا یک جایی که 5 میلیون جمعیت بیشتر نداشت و با پاورنه را میرفتن، حالا هر روز چندین هزار بشکه نفت رو صادر میکنن. 100 دلار بشکی. حالا کی چقدرش رو میبره به کی چقدر پول میدن. یه خانواده‌ای به نام علیوف هست که یک پدری به نام الهام، نه ببخشید پدرش یه اسم دیگه داشته، این پسرش که حالا رئیس جمهور شده اون اسمش هست الهام علیوف. و این شخص اومده امریکا و گفته که آقا شما تضمین کنید که من و خانواده من همیشه اینجا صاحب قدرت باشیم و ما نفتمون رو به شما میدیم، هر پولی دارید ما میگیم خدا بده برکت. و این قرارداد این آقای علیوفا هستش که با جای دیگه بستن و نفت که قسمت اعظمش مال ایرانی دارن مجانی میبرن و میخورن و هیچ اعتنایی هم نمی کنن. و ما خیلی خیلی متاسف هستیم که چطور امکان داره که این افرادی که خودشون رو بالاخره وابسته به مملکت و ملت خودشون باید بکنن، اومدن دست به دامن اجنبی های جای دیگه شدن و اون هم بالاخره یه زمانی اوضاعشون یه جوری خواهد شد. تلفن ما جواب میده ولی صدا نمیاد. سلام عرض کردن. بله صدا نمیاد. صدای من ممکنه به شما داره میاد ولی از این تلفن خوب ما امروز صدا در نمیاد. نمیدونم چه ظلمی به این تلفن شده که نمیخواد صداش در بیاد. حالا چیکارش کنم نمیدونم. به هر حال ببخشید. بله حالا اون زمان قراردادی که امضا شده بود ترکمنچای و گلستان 100 سال مدت داشت. درست قبل از اون 100 سال اینا اصلا پاشیدن. پس طرف قرارداد ما که جماهیر شوروی بود مرد. حالا هرچی ما میگیم آقا اینجوری که خوبون که مرده نیست، اینا حالا جمهوری های مختلف هستن. حالا همین حقر هم اینجا زدن. دولت آقای احمدی نژاد فهمیده که اینا یک همچین
قرارداد ننگینی به نام کرسنت بستن با امارات و قطر و بقیه عرب‌های خلیج فارس، اومدن دنبال اینا که این قرارداد یک طرفه هست و غیر قانونی هست و رفتن دادگاه لاهه و دو دور اول این شکایت رو برنده شدن. یعنی چی؟ دو دور رفتن و دوره اول برنده شدن، دوره دوم برنده شدن و دوره نهایی که قراره برن و ادعایشون رو بکنن و حقشون رو بگیرن، دولت جدید آقای دکتر حسن روحانی شخصی به نام آقای زنگنه، بله اجازه بدید، اشتباهی ما نمیخوام مثل کسی بگیم، یه آقای به نام مهندس زنگنه که اون زمان این قرارداد رو بسته و به علت این که این شخص کلاش بود و کارهای غیر قانونی کرده و ممکنه مثلا دستش توی چیزهایی بوده که از لحاظ قانونی درست نبوده، حالا اون یکی طرف دعوا داره میگه صبر کن ببینم، مگه این همون آقای زنگنه نیستش که حالا آقای روحانی ایشونو گذاشته رئیس شرکت نفت؟ پس اینجا چه خبره؟ یعنی کاملا با تمام بی‌حیایی، با تمام پررویی، بدون خجالت اونهایی که این کارا رو اون زمان کردن حالا دارن اینطوری بدلشو میذارن یه دزد رو میذارن سر کار، و وقتی شما رفتی کلانتری داری میگی آقا من از این دزده شکایت دارم، کلانتری میگه صبر کن ببینم اگه شکایت داری چرا این دزده تو خونت داره زندگی میکنه، بعد میگه بقدرم فوش میدن میگه برو پی کار دیگه این طرف ها پیدا نشه. پس بدونید ای ملت، ای مردم، ای افرادی که از صبح تا عصر زحمت میکشید با عرق جبین با قدرت دستتون یک لقمه نون به دست میارید و میذارید رو سفره خودتون رو میخورید، بدونید که دارن چی کار میکنن تو مملکت شما، بدونید که چه جوری دارن با حق بازیایی که اصلا مقدارش از سرسام آوره. شما فکر کنید یک بشک نفتی که 100 دلاره به یکی بخوای بفروشیش 40 دلار. حالا معلوم نیست این پولم چطوری بهتون پس میدن، آیا میدن یا میدن یا میگن ما میذاریم تو اون صندوق اونجا برید وردارید. خوب توجه کنید، خیانت هایی که به ملت شما داره میشه، به مملکت شما داره میشه، به دست اون افرادی که بهشون اعتماد کردید، به دست اون افرادی که بهشون ایمان داشتید، به دست اون افرادی که با کمال پررویی سر ملت دارن کلا میذارن و نمیخوان حق ملت رو به دستشون بدن، که در نهایت یعنی چی؟ در نهایت یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی ایران، معنیش اینه. حالا اون افرادی که این کارا رو دارن میکنن، خوب بدونید مردم همه میدونن اینو، هیچ کس نیست که ندونه، با همه این که میایید میشید بغل دست حضرت امام، یک طرف حضرت امام، یک طرف آقای روحانی، یک طرف بقیه این کلاشا نشستن، مردم ایران همونهایی هستن که با رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ریشه فساد رو کندن. این افراد ریشه فساد رو چندین برابر که سهل گسترشش هم دادن. مردم نادان نیستن، مردم فهمیدن، بعدم زورشون نمیرسه به مردم، میرن یه در رو میارن انقلاب سبز درست میکنن، یه در میان حرکت نم زرد درست میکنن، یه در میان حرکت نارنجی درست میکنن و از هر طریقی که شده سعی میکنن ملت زحمت کش، ملت با آبروی و یه لغت نجیب
مردم ما خیلی نجیب هستن، نانجیب نیستن، خیلی نجیب هستن. هیچ جای دنیا، هیچ جای دنیا شما نمیتونید رفتاری که مردم ایران دارن با همدیگه، هوای همدیگه رو دارن، یا مثلا همین عید نوروزی که گذشت، ببینید چندین میلیون نفر از هموطنهای ما یه ماشینی دارن، یه مقدار بنزین توش ریختن، یه کوله پشت داشتن گذاشتن و تو چادرشون رو گذاشتن رفتن سفر یه هفته دو هفته، هر جا رسیدن چادرشون رو زدن، مملکتشون رو، لذتش رو بردن. اینا این مردم هستن که این یکی کلاشا و خیانتکارا ماشین های یه میلیون دلاری سوار میشن. خجالت هم خوب چیزیه. اگه بچه هاتون نمیدونن، شما که میدونید، بچه های شما یه میلیون دلار از کجا برداشتن آوردن؟ کی بهشون داده این پولا رو که برن این چیزا رو بخرن بیارن؟ بله، اینم از چیز کرسنت که اینم عرض کردیم خدمتتون. بعد یارب اوکی، داریوش رف رف بر ما ایمیل فرسته. مستر اجلالی، What do you think about Baha'i faith? Do you accept it as a deen ya firqe? Why government of Iran does not accept Baha'i as a religion and discriminates against Baha'i faith? خیلی خوب، ما اینو قبلا هم گفتیم که ما سعی کردیم ببینیم آیا افرادی که خود رو باهایی میگن آیا شهادت دادن که گفتن که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله؟ ما تا حالا کسی جوابی به ما نداده، حالا نمیدونم چرا. هر دینی یک اصطلاح تشکیلاتی داره. حضرت موسی برای آزاد شدن یهودی ها یا بنی اسرائیل اون زمان از فرعون، از زیر دست فرعون از مصر ایشون اقدام کرد، حضرت موسی. حالا من گفتم بنی اسرائیل، ممکنه درستم نگفته باشم، چون حضرت موسی از بله نه درسته دیگه، چون حضرت ابراهیم بود، پسر حضرت ابراهیم دو تا پسر داشتن ایشون، یکیش اسماعیل بوده، یکیش اسحاق. اسماعیل که از ریشه اسماعیل میاد و به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خط پیدا میکنه، از اسحاق یعقوب هست و یعقوب و یک چیز دیگه که بچه های حضرت یعقوب هستن که بنی اسرائیل میشن و 12 نفر هم بودن، مثل که بله یعقوب بودی. به هر حال من این چیزا رو زیاد نمیدونم، همینقدر میدونم که باهائی‌ها تا حالا نتونستن به مردم دنیا پیغمبر خودشون رو نشون بدن و کتاب خودشون رو نشون بدن. شخصی بوده به نام بهاءالله، بعدن یه نفر بوده به نام عباس افندی، و این دو نفر یک ادعاهایی کردن، یک صحبتهایی کردن، بعد سفر کردن، یکیشون اومده امریکا به همین جی پی مورگن اون زمان که یک بانکدار یهودی بوده، به دیدار او رفته، عکساش هم هست. همین دوست ما آقای بتال مسی که برای ما فرستادن یه دفعه، بله داریوش رف رف برای ما فرستادن که سفر حضرت بهاءالله رو نشون دادن که اومدن از با کشتی مسی که اومدن به نیویورک، بعد از نیویورک اومدن جاهای دیگه رفتن با افراد دیگه مختلف صحبت کردن و فلان کردن، و تمام صحبت ها برمیگرده به اینجا که هر مملکتی، هر خانه‌ای برای خودش یه قوانینی داره، یک روش رو آدابی داره. خب این روش رو آداب در ایران این هستش که دین بهائی رو دین نمیدونن. چرا؟ چون مشخصات دین رو نداره. هر کس از جاش بلند بشه فردا میگه مثلا همینجا ما داریم یک افرادی هستن که این آقای کروز هم جزو اونا هست. حالا صداش داره در میاد. به هر حال یه عده‌ای هستن که ساینتولوژیست هستن و اینها میگن مثلا ما این فرقه هستیم، اون یکی ما اون فرقه هستیم. مثلا در دین مسیحیت
که حضرت عیسی علیه السلام این دین رو به مردم دنیا معرفی کردن، فرقه داریم، فرقه های مختلف داریم. این فرقه ها هستن، متدیس هست، متدیس هست، بابتیست هست، فلان هست و بیمان هست، انواع مختلف اینطور فرقه ها هست. باهایی ها هم همین فرقه هستن، منتها هنوز نتونستن تصمیم بگیرن که کیو قبول دارن، یا اللهی رو قبول دارن، آیا گفتن اشهد ان لا اله الا الله، آیا پیغمبر اسلام رو حضرت محمد رو قبول دارن که بگن و اشهد ان محمد رسول الله. ما اینو هنوز از دهن شما ها نشنیدیم و نگفتید، اگرم بگید خب مسلمونی دیگه، تموم شد رفت. بعد در ضمن اون زمانی که در ایران انقلاب میشه و تمام این چیزا عوض میشه، اون زمانم خب حالا من نمیدونم حقیقتش چقدر هست، یه آقایی بوده بیدم هویدا، یه آقایی بوده بیدم طبیب شاه گذشته بوده و فلانی حرفا، اینا رو میگم همشون با اون فرقه بودن و نبودن. یه آقایی بوده به نام که تیرباران شد یا چیز کرد که اون قرارداد ننگین کپیتولیشن رو امضا کرده بوده، اونم با گلوله زدن کشتنش، که با همین آقای هویدا اینا مثل که یا یک چیزی داشته، فامیلی داشته یا نداشته. و خیلی خیلی چیزا اتفاق افتاده، من نمیدونم خب، ولی اونایی که میدونید به ما زنگ بزنید بگید که مردم هم بشنون که شما میگید ما باهایی هستیم، ما باهایی هستیم. ما آخر نفهمیدیم فرق باهایی با چیزای دیگه چه فرقی داره. اگه فرقی ندارید چرا میخواید خودتون رو جدا بکنید بگید ما باهایی هستیم؟ اگه فرقی داره خب بگید چی هستش که ما بفهمیم. این هستش که از شما به عنوان باهایی ها دارن سوء استفاده میکنن و یه عده رو میگیرن، یه عده رو میزنن، یه فلان میکنن که شما همش اطلاع دارید. و در ضمن در ایران تا اونجایی که من میدونم، درست بعد از جنگ دوم جهانی تمام یهودی هایی که در ایران بودن، مخصوصا اونایی که در تهران بودن، اینا سعی کردن برای اینکه اون نژاد خودشون رو پاکسازی کنن باهایی شدن و با باهایی هایی که اصلیتشون ایرانی یهودی نیستش ازدواج کردن و سعی کردن که نسل خودشون رو ترمیم کنن. و این چیزی هستش که همه تو میدونید، اون افرادی که به نام الغانیان بوده، اریه بوده، کسای دیگه بوده، اینا همه باهایی شدن و حالی که یهودی بودن و وقتی باهایی شدن با باهایی ازدواج کردن. و شما میدونید که در دین باهایی ما تا اونجایی که شنیدیم، باز دوباره من نمیدونم حقیقتش چی هست، شما اگر باهایی نباشی نمیتونی یه باهایی دیگه ازدواج کنی، حتما باید باهاییت رو قبول کنی بعد بتونی ازدواج کنی. خب یهودی هم خیلی ساده گفتن ما قبول کردیم و اومدن نسل خودشون رو پاکسازی کردن. اینم از آقای راف راف دوست عزیز داریوش، خیلی تشکر که به ما ایمیل زدید، چون دستگاه های ما درست کار نمیکنه. حالا ما نمیدونیم چی کار بکنیم، این دستگاه ها ممکنه باتری لازم داشته که ما یادمون رفته، سهلنگاری از من بوده، ببخشید. من برمیگردم اینجا بعد باز ایمیل اگه فرستادید ما میبینیم اینجا دیگه، ایمیلتون رو براتون میخونیم برای همین انشاءالله رحمت. اوکی، یه ایمیل دیگه هم بودش، این خیلی جالب بود، اینو ببینیم اگه هنوز داریم براتون بخونیم. نیست، خیلی خوب. اوکی، بله امروز خیلی چیزا تو هم میدید، الله اکبر، چرا این داری جده ما نمیدونیم، ولی خب به وقتی میدونیم بدیم بسی بازی پیداش کنیم. آخه کسیم تو خونه،
ولی جواب یه آقایی هست به نام شریعت مداری و ایشون چیزی شده، یک صحبتی شده، ایشون راجع به این خیلی قشنگ شرح دادن که ببینید وقتی به ما میرسه همه چیز اون وقت فرق میکنه و چرا اینطوری هست اونا ما هنوز نتونستیم درک بکنیم که چرا. خب اینو ما نمیتونیم پیدا کنیم. خیر باشه انشاءالله. یا الله کریم، یه ستاره اینجا هست بغلش، ستارهش پریده. و اینجا هم یک روزنامه هست به نام هافینگتون پست که یکی از ایرانی ها اونجا چیز می نویسه، هر هفته مثل که یا هر یک بار یک مقاله می نویسه. فکر می کنم اینم اون باشه، متأخ امضا نکرده که این آیا مقاله ایشون هست یا نه. یه در مقابل آمریکا تمام ایرانیان با رهبر همصدا هستن. هافینگتون با اشاره به مذاکرات وین نوشت دولت اوباما موضع خود را در مورد مفاد توافق هستی پیش رو با ایران سخت‌تر کرده است، در حالی که مذاکرات هسته‌ای با ایران وارد مرحله حساس شده که می‌تواند موجب موفقیت یا شکست توافق شود. واشنگتن خواسته‌های خود را افزایش داده و در برابر دادن امتیازات بیشتر مقاومت از خود می‌کند و نشان می‌دهد که اوباما با این سختی‌ها می تواند ناقوس مرگ که مذاکرات را به صدا در بیارد. حالا چرا این حرف را داره زده میشه؟ چرا گفته میشه؟ از اون روز اول ما گفتیم که به امریکا نمیشه اعتماد کرد، علتش هم گفتیم چرا. امریکا به هیچ وجه حاضر نیست کسی نفس بکشه. توجه کردید؟ بدون اجازه بخوای نفس بکشی نمیشه. یه ماه هم شد یه هواپیما از یه جاش بلند میشه میره، همه ادعا میکنه ما نمیمی کجاست. باور میکنی؟ یه موش توی صحرا داره میدوه، اینا عکسشو میگیرن و میگن که این موش نره یا ماده، یه هفته ما با اون گدگی توی اقیانوس بلند شده و هیچ کس نمیدونه کجاست. و همون اول هم که این سرصدای هواپیما بلند شد ما یه حرفی زدیم، گفتیم که در اقیانوس هند یه جایی هست به نام دیگو گارسیا. بعد یه صحبت هایی هفته پیش راجع به اینجا داشت شده فلان. انشالله باز دوباره بدونید حقیقت همیشه برملا میشه، حقیقت همیشه رو میاد، هیچ کس نمیتونه حقیقت رو پنهان کنه و حق همیشه بر باطل پیروز میشه. اینم جزء اونها که امریکا چندین بار این شده. آخه امریکا ایران با برزیل و ترکیه صحبت کردن، گفتن خیلی خوب اگر امریکا از دست ما نگران هست ما حاضریم تمام این 4.5% هامونو بدیم و این صفحه های 20% رو که برای ریاکتور پژوهشی تهران لازم هست بگیریم. و من به گوش خود شنیدم آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور وقت اون زمان در همین نیویورک اعلان کردن که ایران در بازار برای خرید صفحه های 20% آمده، ما لازم داریم این 20% رو، صفحه های 20% رو برای ریاکتور هامون. خب بعد امریکایی هم گفتن خیلی خوب این کاری نداره که ما به شما میدیم، ایران هم قبول کرد. خب من میام به شما میگم شما این تلفن رو لازم داری، من میدم به شما، میفروشم به شما، شما یه دلار به من بده. خب ایران هم قبول کرد، گفت خیلی خوب. آمریکا گفت خب یه دلار رو بده. ایران هم گفت خیلی خوب ما یه دلار رو میدیم، ولی تلفن رو کی به ما میدی؟ گفتن این تلفن 2 سال طول میکشه. خوب گوش میکنید دیگه، 2 سال طول میکشه که تا ما بتونیم یه دلار شما رو بگیریم و درست انجام کار باش بدیم تا ببینیم این
تلفن رو ما بسازیم و به شما بدیم، دو سالم طول میده. خب حالا اگر مردم ما نادان بودن، اگر مردم ما احمق بودن، مردم ما بی اطلاع بودن، اینا هنوز فکر میکنن زمان قاجاره، هنوز فکر میکنن اون زمانه که یه نفر به نام ویلیام نوکس دورسی بیاد و بگه من 50,000 تومن میدم و برن به پادشاه های وقت بگن که یه دیوونه اومده میخواهی بیامون رو کرایه کنه برای رفت 50 سال 25 سال و 50,000 تومن هم داره میده. اون پادشاه احمق اون سال هم از این وزیر احمق تر از خودش میپرسه که اونجا چی هست؟ این هم میگه قبله، حالا جز شورزار چیزی دیگه نیست. این هم میگه خب بگیر پولشو بیار اینجا ما خرج کنیم. خب مردم ما اون مردم نیستن، چی بده اینو دو سال وایستا تا من این درست کنم پس برم به ایران؟ گفت ما همچه کاری نمی کنم. تا گفتن نمی کنیم ایران گفتن بس ما هم نمی کنیم، ما به ایران اعتماد نداریم. تو گفتی می خریم، ایران گفت بله می خرم، می دارم تو کف 20% رو بذار تو کف من. چطور امکان داره ایران به یک غور بی پیکری که جز دزدی و خیانت به ملت و مردم ایران نکرده تا حالا، به جامعه بشریت جز خیانت چیزی دیگه نکرده، تا جایی که قانونی هست اینجا که دو نفر مرد با هم ازدواج کنن و شما نباید چی بگی، اگر چیزی بگی میام میگیرن، تو چرا این حرف رو زدی؟ حق نداری اعتراض بکنی. و اونطور همه برزیل همه ترکیه رو در اون لحظه آخرش کی کرد؟ همین آقای اوباما که دوست ما میگه آقای رنگین پوست و دروغ هم نمیگه. بعد حالا باز دوباره از نو داره این کارا اینطوری شروع میشه که بله اینا گفتن که شما اینو به ما بدید، اونم گفته ما میدیم، گفته خب شما اینو بدید ما اونو به شما میدیم. یادتون هستش که گفتن ما 4 میلیارد دلار شما رو بهتون پس میدیم. بعد معلوم شد 4 میلیارد دلار رو 800,000 دلار دارن میدن، یعنی 6 وعده 8 وعده پول میکشت همه پولا رو پس بدن. وقت ما تموم شد تا هفته آینده انشالله ما دستگاه رو چک میکنیم که کار بکنیم میایم خدمتون. تشکر زیاد از حضور شما، ببخشید منو. Oh, yeah.